درود و وقتتون بخیر. خوش آمدید به خبر امشب چهارشنبه 17 قوس سال 1395 هجری خورشیدی که برابر میشه با 7 دسامبر سال 2016 میلادی. سرخط خبرها: ختم نشست بروکسل با تجدید تعهد حمایت از افغانستان. ما وضعیت امنیتی افغانستان را به بررسی گرفتیم و تعهدات دو جانبه خود را تایید مجدد کردیم. افزایش گزارش آسیا فاندیشن از افزایش میزان نگرانی شهروندان افغان. و جان باختن ده‌ها تن در سقوط یک هواپیما در پاکستان. من بیژن آریان هستم. نشست ناتو با تجدید تعهد کشورهای عضو این سازمان با افغانستان به پایان رسید. دبیرکل ناتو میگوید تعهدات ناتو با افغانستان قوی و استوار است و این سازمان به حمایت سیاسی، عملی و مالی خود از افغانستان ادامه میدهد. به گفته وی وضعیت در افغانستان پرچالش است، اما نیروهای امنیتی افغان با وجود تحمل تلفات زیاد با عزم میجنگند. با این حال دبیرکل ناتو پیشبرد برنامه اصلاحات افغانستان را برای ثبات این کشور مهم می‌داند. از سوی هم از کشورهای خارجی می‌خواهد که در مسائل افغانستان مداخله نکرده و دولت این کشور را ضعیف نسازند. فهیم نوری با جزئیات بیشتر. آخرین روز نشست وزیران خارجه ناتو با بررسی وضعیت افغانستان و تازه کردن تعهدات این سازمان با افغانستان پایان یافت. تعهدات ما به امنیت افغانستان قوی و ثابت قدم است. ما وضعیت امنیتی افغانستان را به بررسی گرفتیم و تعهدات دو جانبه خود را تایید مجدد کردیم. وضعیت در افغانستان دشوار است و همین گونه هم باقی خواهد ماند. نیروهای امنیتی افغان تلفات زیادی را متقبل شدند، اما آنها از مردم افغانستان با عزم و جرأت دفاع می کنند و با دشمن در سراسر این کشور می جنگند. تنها در سال جاری 8 سوی قصد برای تصرف شهرها بود که همه ناکام ماندند. ناتو بر اجرایی شدن برنامه اصلاحات دولت افغانستان تاکید می کند و آن را عامل مهم برای تامین ثبات می داند. ربانی در مورد اصلاحات جاری در کشورش که با ما اهمیت زیادی دارد که افغانستان به دنبال کردن اصلاحات و بهبود حکومتداری خوب ادامه دهد تا با فساد مبارزه کند، از حقوق بشر نیز محافظت کند و روند صلح را به پیش ببرد. این موارد برای ثبات افغانستان و امنیت خود ما بسیار مهم است. ما در کنار جامعه بین المللی بالای اصلاحات در افغانستان و ایجاد نهادهای دموکراتیک قوی کار می کنیم تا از نو شدن و بهبود ساختارهای حکومتی مطمئن شویم. از سوی هم ناتو از کشورهای خارجی می خواهد که در مسائل افغانستان مداخله نکنند. ما از تمام کشورهای خارجی می خواهیم که دولت افغانستان را حمایت کنند و در مسائل آن مداخله نکرده و دولت را تضعیف نکنند. ناتو سازمانی که در حال حاضر 13,000 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد، قرار است در سال آینده نیز با آموزش، مشورت دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه دهد. اما تا کنون تصمیم گرفته نشده است که تا چه زمان نیروهای این سازمان در افغانستان باقی بمانند. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن نمیتواند طالبان را از بین ببرد یا به خشونت‌ها در افغانستان پایان دهد. براک اوباما میپذیرد که وضعیت در افغانستان هنوز هم دشوار است و جنگ بخشی از زندگی افغانها در بیشتر از 30 سال گذشته بوده است، اما میافزاید که کاری که واشنگتن میتواند انجام دهد این است که نگذارد القاعده پناهگاه امنی در افغانستان ایجاد کند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا از وضعیت پرتنش و ناآرام در افغانستان سخن میزند. نذیره کریمی از واشنگتن گزارش میدهد. باراک اوباما در آخرین سخنرانی امنیت ملیش با عنوان فرمانده اعلای نظامیان آمریکایی نخست از دستاوردهایش سخن میزند و میگوید در 8 سال حکومتش هیچ سازمان دهشت افغان موفق به طرح ریزی و انجام حمله در داخل امریکا نشدند و اسلحه القاعده را در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان از بین برد.
ما تلاش های خود را در کنار متحدان خود در افغانستان افزایش دادیم که به ما اجازه تمرکز بالای از بین بردن القاعده و به دولت افغانستان فرصت موفق شدن را داد. دسیسه هایی که داخل افغانستان و پاکستان اداره می شد به گونه همیشگی قطع شد و تلفات سنگین به رهبری آن وارد شد. ده ها رهبران دهشت افغان به شمول اسامه بن لادن کشته شدند. علاوه بر آن تصمیم اولیه برای تقویت تلاش ما در افغانستان به ما امکان بالا بردن ظرفیت افغان ها برای امن ساختن و دفاع از کشورشان را داد. با این حال اوباما از بین بردن طالبان و پایان دادن به خشونت را در توان کشورش نمی داند و توان واشنگتن را به مبارزه با القاعده و حمایت از افغان ها مختصر می کند. وضعیت در افغانستان هنوز هم دشوار است. جنگ بخشی از زندگی در افغانستان برای بیشتر از 30 سال بوده است و آمریکا نمی تواند طالبان را از بین ببرد و خشونت در آن کشور را پانده. اما آنچه ما می توانیم انجام بدهیم بازداشتن القاعده از دریافت پناهگاه های امن و حمایت از افغان های است که خواستار یک آینده بهترند. به این خاطر ما نه تنها به ارتش آنها کار کرده ایم بلکه از حکومت وحدت ملی در کابل نیز حمایت کرده ایم. در این حال جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک کرده است میگوید وزیران خارجه ناتو با سرپرست وزارت خارجه افغانستان پیشرفت ها در آن کشور را به بحث میگیرند. اعضای کشورهای متحد با وزیر امور خارجه افغانستان ربانی به منظور بحث درباره پیشبرد ماموریت حمایت قاطع و نیاز به افزایش سرمایه گذاری و حمایت‌های دراز مدت از نیروهای امنیتی افغان را به بحث می‌گیرند در محیطی که بسیار پرتنش و ناآرام باقی مانده است. دولت آمریکا می‌گوید که تهدیدات ناشی از دهشت افغانان هرگز محدود به آسیای جنوبی و افغانستان و پاکستان نماند و به بخش های دیگر شرق میانه و شمال افریقا گسترش یافت. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به کشورهای منطقه هشدار می‌دهد که تنها با دولت مرکزی افغانستان می‌توانند گفتگو کنند. او گفته است که هیچ کشوری حق ندارد با جناح یا گروهی به غیر از دولت مرکزی افغانستان وارد گفتگو شود. این سخنان وزیر خارجه در حالی مطرح می‌شود که پیشتر از این گزارش‌هایی از گفتگوهای روسیه با بعضی از سران طالبان در رسانه‌ها به نشر رسیده است. جزئیات بیشتر با وارث نایل. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز چهارشنبه 7 دسامبر با تاکید روی تجدید تعهد این پیمان برای حمایت از افغانستان به کار خود پایان داد. ناتو با آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان از طریق ماموریت حمایت قاطع ادامه خواهد داد. در نشست وارسا ما تعهد کردیم که ماموریت حمایت قاطع را بیشتر از سال 2016 دوام بدهیم و تا سال 2020 نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت نماییم و همچنان روی همکاری‌های سیاسی دوامدار و عملی خود با افغانستان کار نماییم. آقای ربانی با ابراز امتنان از کشورهای عضو پیمان ناتو گفته است که این نشست با تجدید تعهد این پیمان برای حمایت از افغانستان به کارش خاتمه داد. در نشست امروزی همه کشورهای ناتو از افغانستان یک بار دیگر حمایت خود اعلان کردند. کمین و گفتند که ما از پیشرفت‌های اتصالات حکومت افغانستان حمایت میکنیم و تمام قوت همکار حکومت افغانستان. سرپرست وزارت خارجه کشور با جواب نگرانی ها از ارتباط گرفتن بعضی کشورها با سران طالبان گفته است که هیچ کشوری حق ندارد و غیر از حکومت مرکزی افغانستان با جناح یا گروه دیگر در تماس باشد. این سخنان در حال مطرح می شوند که سالهای 2015 و 2016 دشوارترین سالها برای نیروهای نظامی افغانستان شمرده شده و طالبان حملات گسترده ای را برای تسخیر شهرهای افغانستان انجام دادند و برای نخستین بار در 15 سال اخیر مرکز یک ولایت را برای چندین روز به کنترل گرفتند. مرکز پژوهشی آسیا فاندیشن در سروی سالانه خود وضعیت مردم افغانستان را نگران کننده خوانده است. این سروی که در سراسر کشور صورت گرفته، شهروندان به دلیل ناامنی، فساد اداری، افزایش بیکاری و رشد کند فرصت‌های شغلی مایوسند.
در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب فساد در رده‌های بالای حکومتی را عامل بدبختی مردم افغانستان می‌داند. محمد یوسف یاسا گزارش می‌دهد. مرکز پژوهشی آسیا فوندیشن سروی سالانه خود در مورد وضعیت مردم افغانستان را منتشر کرده است که در نظرسنجی 53% مردان و 47% زنان به پرسش ها پاسخ دادند. در این سروی بیش از 69% مردم از مسئولیت جانشان نگرانند و نسبت به سال 2014 به نگرانی مردم در زمینه امنیت 14% افزایش آمده است. بیش از 71% مردم از بیکاری انتقاد کردند، در حالی که بیش از 51% بیکاران در تلاشند تا وطن را ترک کنند. وضعیت اقتصادی مردم از 29% نسبت به سال گذشته 36% بدتر شده است. به دلیل وضعیت اقتصاد خراب 74% گفتند که زنان باید در بیرون از منزل کار کنند، اما تهدید داعش از 54% به 47% کاهش یافته است. در همین حال دبیر کل ناتو نیز وضعیت افغانستان را دشوار عنوان می کند. Confirms that the situation of Afghanistan. نظرسنجی انجام شده تایید می کند که اوضاع افغانستان خیلی دشوار است. وضعیت دشواری که در آن ما شاهد خشونت، جنگ و چالش های اقتصادی خواهیم بود. به همین خاطر ناتو در آنجا حضور دارد که به افغان ها کمک کند تا به انکشاف دست یابند، کشور خود را با ثبات بسازند و دستاوردهای اقتصادی اخیر را حفظ نمایند. شاخصه های دیگری نیز در سروی انجام شده وجود دارد که باید آن را در نظر داشته باشیم که یکی از مهمترین آن این است که 80% مردم افغانستان نمی خواهند که طالبان دوباره روی کار آیند و این خود نشانگر آن است که آنها به ماهیت موجودیت ناتو در آنجا موافق هستند. از سوی دیگر احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب که در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد صحبت می‌کرد گفت که وجود فساد در رده‌های بالای حکومت عامل عمده بدبختی مردم افغانستان است. به بیلیون‌ها دلار پولی که در افغانستان آمد کسایی از این سوء استفاده کردند که دونه سطوح بسیار بالا بودند، اما ما شاهد از این نیستیم که یک نفر هم از سطوح بالای سیاسی نهادهای عدلی و قضایی ما تانسته باشه که یار بکشانه سر میز محاکمه و یار محاکمه کرده باشه. با باور آقای مسعود نهادهای عدلی و قضایی نیز در کشور استقلالیت ندارند، اما دادگاه عالی کشور به مبارزه جدی و شفاف این اداره در روند مبارزه با فساد تاکید می‌ورزد. در دو سال اخیر بیش از 215 قضیه فساد اداری که شامل رشوه، اختلاس، فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بوده، از طرف سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری، اداره لوی سارنوالی، تحقیق پیرامون از این قضایا تکمیل شده. مبارزه با فساد اداری در دو سال گذشته یکی از تعهدات عمده حکومت به کشورهای کمک کننده جهانی در نشست‌های بروکسل و توکیو بوده است، اما اظهارات اخیر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب نشان می‌دهد که گستردگی فساد در نهادهای حکومتی هنوز هم پابرجا است. رئیس جمهور غنی سال جاری را سال دفاع منسجم خوانده هشدار می‌دهد که گروه‌های هراس افغان در این سال تمام امکاناتشان را در تجاوز بر افغانستان استفاده کردند اما ناکام شدند. آقای غنی نبرد جاری در کشور را جنگ بین‌المللی خوانده می‌گوید که افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار داشته و کسانی که برای نابودی این کشور تلاش کنند خود نابود خواهند شد. فؤاد نصری گزارش می‌دهد. آغاز کمپاین تشویق برای جوانان، برنامه‌ای که بر بنیاد آن جوانانی که تحصیلات عالی دارند اما نبود واسطه مانع اصلی دستیابی آنها برای کار در نهادهای دولتی شده به ادارات دولتی جذب خواهند شد. رئیس جمهور غنی نیز میگوید نیروی جوان برایش اطمینان است و سال 1395 سال دفاع منسجم ما بود. هر چی داشتن در جوال خود کشیدن سر مردم بیچاره مملکت به تجاوز آمدن، مگر در بیشه در جایی که شیر زندگی میکنه بی خبر نمیین میخوریم تن. رئیس جمهوری کشور معتقد است که افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. هیچ به نظر باور مکوی چه موگ یو داخلی جگلی کیو، دا یو بین المللی جگل ده او موگ اول صف کیو، دا ده حق و باطل جگل ده او موگ ده حق و صف کیو.
آقای غنی بار دیگر بر آوردن اصلاحات ژرف در نهادهای دولتی تاکید کرده میگوید که نهادهای دولتی هنوز هم از کمبود ظرفیت رنج میبرند. امروز شریانهای آسیا بند است. باز کردن این شریانها به ثبات و رفاه افغانستان بست است و با آینده شما بست است. و امروز ببینید دو تا بزرگترین قوت اقتصادی آسیا سر به اجماع رسیدن که افغانستان باید یک تغییر بنیادی داشته باشه. در این نشست همچنان بر حمایت بیشتر حکومت از جوانان تاکید شد و بر بنیاد کمپاین تشویق تا سال 2007 میلادی از بیش از 100,000 جوان آزمون گرفته شده و بیشتر آنان به نهادهای دولتی نیز جذب خواهند شد. امروز وارد کننده برق هستیم، انشالله تعالی به همت شما در 5 سال صادر کننده برق خواهد بود. نو یو کال دی پیگدی که 500 میلیون دلار رو خپل ظرف در زر پیدا نکر لاس می پیگدی. 5 کال هم پیگدی که مغور تا مرسته و نکر لیمی لاس پیگدی. بانک 65% جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهد، اما گفته می شود توجه کمتری به این قشر شده و عدم توجه به جوانان سبب شده تا بیشتر آنان با مواد مخدر معتاد شده و در موارد هم با گروه های شورشی یکجا شوند. دولت آلمان تصمیم دارد که 50 پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کند. این مسئله سبب نگرانی های زیادی در میان هزاران پناهجوی دیگری که در آن کشور هستند شده است. برای روشن شدن این تصمیم دولت آلمان با همکارمان نادیه فضل خبرنگار بخش دری دویچه وله آلمان که اکنون به استودیو وصل هستند گفتگوی مختصری داریم. بانو فضل سلام بر شما. چرا 50 تن از پناهجویان افغان از آلمان برگشت داده میشن؟ دلیلش را حکومت آلمان چه گفته؟ با درود به شما آقای آریان و همچنان درود به بیننده‌های ارجمند. خب بنابر منابع رسمی این افراد افغان‌هایی هستند که درخواستشان برای پناهندگی دیگر رد شده و افراد تحت تعقیب سیاسی محسوب نمیشن و به طور غیر قانونی در آلمان زندگی میکنند. در کل بنابر گزارش ها از جمع دوسیه‌های پناهجویانی که تا حال بررسی شده گفته میشه که حدود 12,500 افغان رد شدن. علاوه بر این باید گفت که حکومت افغانستان یک حکومت به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی می باشه و با آلمان هم همکاری نزدیک داره و حکومت افغانستان خود تا حال بار بار تاکید کرده که امنیت شهروندان خود و امنیت برگشت کننده ها را تامین می کنه. حالا این پناهجویانی که برگشت داده میشن در کدام کاتگوری قرار دارن؟ زنان هستن یا مردان؟ آیا خانواده ها هستن یا افراد مجرد؟ خب میار اخراج پناهجویان فقط و فقط به دوسیه‌های خودشان ربط میگیره، یعنی میتونه یک خانواده باشه، یک فرد مجرد باشه و حتی عضو یک خانواده به تنهایی، مخصوصا در صورتی که یک عضو خانواده رد شود و حتی منجر به از هم پاشیدن خانواده هم میشه، زیرا عضوی که قبول شده میتونه در آلمان بمانه و عضو دیگر به افغانستان فرستاده میشه و حتی کسانی که مریض هستند و بیماریشان خطر مرگ در قبال نداشته باشه در آینده از حفاظت قانونی در برابر اخراج برخوردار نمی باشه. حالا سرنوشت سایر پناهجویان چه خواهد شد؟ آیا در مورد اطلاعاتی در دست است؟ خب در ارتباط با سرنوشت پناهجویان باید گفت که به هر ترتیب دوسیه‌های تمام پناهجویانی که گفته میشه رقمشان به حدود 247,000 تن میرسه بررسی نشده و به این ترتیب تعداد زیاد پناهجویان افغان در بی سرنوشتی به سر میبرند. اما در مورد کسانی که تازه وارد هستند و پذیرفته شدند ضمن تدابیر سعی میشه تا آنان با همکاری مجامع رسمی و خصوصی آماده ادغام در جامعه شوند. با آن هم متاسفانه در اواخر و خصوص با توجه به رویدادهای غیر انسانی و جرایم جنایی که از جانب افراد پناهجوی افغان و پناهجویان کشورهای دیگر اتفاق افتاده تردیدهای هم در قبال پناهجویان بیشتر شده. اما در کل با وجود فشارهایی که بر صدر اعظم آلمان در قبال مسئله پناهجویان تا حال وارد شده تصمیم در زمینه دوسیه‌های پناهجویان بر اساس قانون صورت می‌گیرد و دوسیه هر پناهجو به طور جداگانه بررسی می‌شود و در زمینه هم تصمیم گرفته می‌شود. حالا
واکنش نهادهای مدافع حقوق پناهجویان در زمینه چه بوده در آلمان؟ سازمان‌های حقوق بشر و مدافع حقوق پناهجویان با اتفاق نظر مخالف توافقنامه تحت عنوان راه‌های مشترک به سمت پیشرو در قبال مسائل مهاجرت میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا و بازپس فرستادن پناهجویان افغان هستند و به این ترتیب در مثال سازمان پروازول یا حامی پناهجویان به صراحت خواهان توافق اخراج ببخشید خواهان توقف اخراج پناهجویان افغان گردیدند و استدلال می‌کنند که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوزم به شدت وخیم است و بنابر منابع این سازمان تنها در نیمه اول سال روان میلادی بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان زخمی شده و حدود 1600 فرد ملکی کشته شدند. در برابر حکومت فدرال آلمان شماری از مناطق افغانستان امن خوانده و به این نظر است که پناهجویان رد شده به راحتی میتونند در این مناطق زندگی بکنند. تشکر بانو فضل از همکاریهایتان. با کمال میل. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. وزارت مالیه از تمام اداره‌های دولتی می‌خواهد که در عملی کردن تعهدات افغانستان به جامعه جهانی تلاش بیشتر کنند. مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و بلند بردن عواید حکومتی تعهدات عمده حکومت و جهانیان بیان شده است. مسئولان در وزارت مالیه می‌گویند مصرف پول‌های کمکی در محلات مناسب برای مردم افغانستان با اهمیت است. لیدا نیازی گزارش می‌دهد. مسئولان در وزارت مالیه برنامه تطبیق چارچوب ملی انکشاف و تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل را با ادارات دولتی در میان گذاشت. وزیر مالیه از تمام ادارات می خواهد تعهداتی که در چارچوب سند انکشاف ملی از سوی افغانستان در نشست بروکسل صورت گرفته به وقت معین اجرا کنند. سند چارچوب انکشافی را پورا تقسیم کردیم با مو ساحاتی که مربوط به اداره میشه و انتظار مایی است که امو پروژه ها و پروگرام ها را با امو برآورد حقیقی از او شما برای ما انجام بدید. حکومت افغانستان در نشست بروکسل 40 برنامه کوتاه مدت را تعهد کرد که تا اکنون به گفته مسئولان در وزارت مالیه 8 برنامه تعهد شده اجرا نشده است. پلان مبارزه با فساد اداری توسط وزارت‌های مالیه، معدن، ترانسپورت، تجارت و مخابرات، تکمیل بست‌های ارتقای ظرفیت CBR، راهبرد ساده‌سازی تجارت و تطبیق پلان انکشاف زیربناها از موارد هستند که مسئولان وزارت مالیه انتظار دارد تا پایان سال مالی تکمیل شود. تعهدات کوتاه‌مدتی که کرده بودیم که از او 8 موضوع باقی مانده، از او انتظار مایی است که اداراتی که مربوطشان میشه تا آخر امسال که 12 روز مانده که یک قسمت کارا معلوماتی که برای ما رسیده یک قسمت زیاد کارا پیش رفته، اما قسمتی که باقی مانده انتظار مایی است که مربوط ادارات که میشه او را لطف بکنن، او را خلاص بکنن. نشست بروکسل در ماه اکتبر سال جاری میلادی در بلژیم برگزار شد. در این نشست 15.2 میلیارد دلار تا 4 سال آینده به افغانستان تعهد شد. گفته می شود که این کمک بیشتر در بخش های انکشاف و رشد زیربنا به مصرف برسد. چند رویداد کوتاه از جهان هم تا لحظات دیگر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه از جهان. یک هواپیمای پاکستانی با بیش از 40 سرنشین شامگاه چهارشنبه سقوط کرد. هواپیمای ATR-42 مربوط خطوط هوایی بین المللی پاکستان از چترال به سوی اسلام آباد در حرکت بود که در نزدیکی شهر ابوتاباد سقوط کرده است. جنید جمشید از ستاره های موسیقی پاکستان که اخیراً به مبلغ دینی مبدل شده بود نیز در جمع سرنشینان هواپیما بود. سخنگوی اداره هوانوردی پاکستان گفته است که هنوز از تلفات این رویداد اطلاعی در دست نیست. در سال 2012 نیز یک هواپیمای بوئینگ مربوط خطوط هوایی بوجا در هنگام نشست در شهر اسلام آباد سقوط نمود که 132 تن از 200 سرنشین آن کشته شدند. شماری از رسانه‌های سویدن روز سه‌شنبه گزارش دادند که 5 نوجوان پناهجوی افغان به اتهام تجاوز به یک نوجوان دیگر در شهر اوپسالا واقع در شمال استاکهلم بازداشت شدند. این 5 نوجوان که همگی 16 و 17 سال سن دارند بدون سرپرست وارد سویدن شده و درخواست پناهندگی کرده بودند. قربانی نیست که سن وی در شبکه‌های اجتماعی سویدن زیر 15 سال ذکر شده
پناهجوی بی سرپرست بوده است. متهمان ظاهراً پسر نوجوان هموطن خود را به زور به جنگلی در حوالی اوپسالا کشانده و سپس با تهدید چاقو به مدت یک ساعت دست جمعی به او تجاوز کردند. گفته می شود که آنها فیلمی هم از این صحنه تهیه کردند. زلزله به شدت 6.4 درجه ریکتر صبح امروز در منطقه آچه در اندونزیا اتفاق افتاد که در اثر آن تا کنون مرگ دست کم 100 تن تایید شده است. تصاویر ارسالی از منطقه نشان می دهد که اکثر ساختمان ها تخریب شدند. این زمین لرزه به زیر ساخت های شهری از جمله شبکه برق رسانی آسیب جدی رسانده است. منطقه آچه در شمال جزیره سوماترا واقع شده و بندا آچه مرکز آن از مناطقی است که سونامی دسامبر سال 2004 در آن ویرانی گسترده و حدود 12,000 کشته بر جای گذاشت. خبرها به پایان رسید، اما برای دریافت این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها سر بزنید به پایگاه خبری ما aryanonews.org. تا درود دیگر، بدرود.